خداوند مهربان سلام و عصر بخیر به با کاربار از یک خوش آمدید. و بودوزی در افغانستان در حال نابود شدن است. مسئولان اتحادیه بودوزان شهر کابل می گویند که صنعت بودوزی در کشور در حال نابود شدن است. در این مورد بحث را با آقای محمد آصف جمی رئیس اتحادیه بودوزان افغانستان و همچنان نماینده بودوزان در ولایت هرات تهیه دیدیم که ایشان به با کاربار خوش آمدید آقای جمعی خوش آمدید خوش باشین بسم الله الرحمن الرحیم محمد آصف جامی هستم رئیس اتحاد بودوزان افغانستان همچنان نماینده بودوزان ولایت هرات در خدمتتون هستم زنده باشید آقای شما ابراز داشتین که صنعت بودوزی در افغانستان رو به نابود شدن است و تا گفتین نابود هم. هم شده میشه شما اشاره بکنین که مشکل مشکلاتتون چی بوده چرا توجه صورت نگرفته شما چه کارهایی به خاطر حل مشکل انجام دادین ما که دیگه احیان است به تمام مردم ما معلوم است که صنعت بودوزی خصوصا تا تای دوازده سال اخیر کاملا به ورشکستگی مواجه شده بازارشان کاملا برکود مواجه است و همچنان تا ای از دوازده سال اخیر از طرف دولت یا کدام حساس دیگه هیچ کار به این سکتور نشد بنابر همین مسائل است که ده ها هزار هموطن ما که در این ای شغل مصروف کار و فعالیت بودن قبلا امروز اکثریتشون بیکار شدن و یا دوباره مهاجر شدن در کشورهای همسایه ما از جمله پاکستان و ایران اونجا کار بار میکنن اکثریتشون به های دیگر رو, رو بردن حتی اکثریت کراچیوان که شما در شهر کابل میبینین متاسفانه که بودوزای ماهر در بین اونا هم وجود داره یعنی شما نقش دولت در اینجا مؤثر نمیدانید؟ دولت ما هیچ نقش نداره که مؤثر باشه یا غیر مؤثر باشه کاملا از صنعت بودوزی پای خودان به بیرون کشیدن هیچ کار، هیچ برنامه، هیچ تر دولت ما رابطه با صنعت بودوزی و چرمگری در افغانستان نداشته خصوصا در دوازده سال اخیره ما قبل از دوازده سال حتی در همو زمان بدبختی های افغانستان در زمان طالبا چندین مورد ما این مسئله رو یاداوری کردیم که بوزوزای ما که در افغانستان بودن اونا مصروف کار بودن حتی در همو زمان قبل سال افتاده یک ما صادرات داشتیم ما حتی خارج از کشور در کشورهای آسای میانه ما صادر داشتیم بود افغانی را ولی متاسفانه در این دوازده سال اخیر چون اکثریت ما مهاجر بودیم در کشورهای همسایه ما که برگشتیم در کشور خود بنابرای سیاست غلط و ناخوشی که در افغانستان بود نه تنها صنعت بودیجی در افغانستان بلکه اکثریت صنعتکارای ما بیکار شدن ای تمام این مسائل نقش دولت چون نداشتن نه نقش مصر داشتن یایی که غیر مصر هیچ کار نکردن کاملا خصوصا بودوزی را فراموش کردن چون ما چند جلساتی که با مقامات دولتی داشتیم در وزارت تجارت و جاهای دیگه اونا کاملا متاسفانه اظهار کردن که ما هیچ اطلاعی نداریم که در افغانستان ما بو ساخته میشونه در صورت که رئیس, جا، رئیس صاحب محترم جمهور اعلان کردن حکم صادر کردن که بالای ادارات دولتی که از تولیدات خود کشور استفاده کنین و ارجحیت بتین تولیدات کشور خود ما را نسبت به تولیدات خارج از کشور ولی متاسفانه که این کار صورت نگرفته تولیده خوصا در عرصه بزوزی و همچنان بعض کسایی بودند در خود افغانستان متاسفانه که افغان هم بودند ولی بنابر ای که احساس وطن دوستی نداشتند ما خبر شدیم خبر میشیم در گذشته هم خبر بودیم که رفته, رفته رفت بودند در وزارت دفاع ملی در وزارت داخله و جاهای دیگه بنامه از که ما بوت افغانستان میاریم بر سربازای خود هر مسئله و دولت که اکمالشان میکردن نمونه را بوت یک بوت بردن که به نام بوت افغانستان اونجا گذاشتن که ما بوت افغانستان تولید میکنیم ولی متاسف اون وقت قرارداددار که گرفتن بنابرای روابط که وجود داشت بنابرای فساد اداری که وجود داشت قراردازار گرفتن رفتن از چین و پاکستان آوردن با قیمت خیلی ارزان ولی با کیفیت خیلی پایین برخورد شما با شخص یا اشخاص چی بود؟ ما در اون زمان که اطلاع پیدا کردیم بله بله که استفاده شده بله از نام در اون زمان, او زمان, زمان که ما اطلاع پیدا کردیم اتحادی ما متاسفانه فعال نبود حال که ما فعال شدیم همراه وزارت تجارت امروز وزارت داخله و همچنان نمایندی امنیت ملی ما یک نشست داشتیم فکر کنم در 29 هوت 1391 بود در سالون کنفرانس وزارت تجارت او اونا از ما استقبال کردن قدر گفتن ما واقعا ما اطلاع نداشتیم داخل افغانستان ما شما شما بود تولید میکنه حتی آگاهی نداشتیم ولی اگر شما نمونای تان بیارین ما حاضر آماده هستیم حتی نماینده امنیت ملی گفت که ما برخورد میکنیم با دیگر چون شما مستحق است شما باید امایت شویم ما با شما افتخار میکنیم اگر بود داخل افغانستان با کفیت بالا چیزی که ما میخواهیم تولید ما حاضر هستیم که از خود بودوز خود امی بوته بخریم و در پای سرباز خود کنیم و ما هم شخصا اونجا تعهد سپردم که اگر ما قرارداد زیر نظر اتحادیه ما صورت بگیره ما کیفیتش ما تضمین میکنیم ما تضمین میکنیم که یک سال تا یک و نیم سال یک جور بوته که ما در پای اسکر خود میکنیم تضمین میکنیم خراب نشه ولی اونا اظهار داشتن که قبلا کسایی که آمده بوت آوردن امی که سرباز پوشیده در جبهه رفته یا سروزیفه رفته امی تلش از رویش کنده شده مم. واقعا بر ما یه جای تصف است ما افسوس میخوریم او کسایی که امی خیانت کردن بله آقای جمعی از چی مدت زمان میشه که اتحادیه سنت بودوزی در افغانستان ایجاد شده و چند سالی منحل بود و دوباره پس به فعالیت آغاز کرده مم. ما بیست هشت سرطان پارسال یعنی سزده بنابر همی وضعیت ما که بسیار زیاد خراب شد تصمیم گرفتیم یک تعداد ما که منده بودیم احساس کردیم که دیگه کاملا نابود میشه اینجا میفهمیدیم که از صدای ما رو نمشنوه در ادارات دولتی که رفتیم همی انگیزه رو بر ما دادن ادارات دولتی حتی گفتن شما باید اتحادیه داشته باشین چند نفرتون یک جای باشین اگر یک شخص به یک ادار کنه این موروز قبول ب هیچ کس نس پس ما د او وقت بود که تصمیم گرفتیم اتحاده خد احیا کنیم دوباره همی برادرها که بودن حضور داشتن در شهر کابل و ولات هراط تصمیم گرفتم که اتحادهما خودمو ختم مش داشته باشیم خودمو پلان داشته باشیم یعنی یک سال میشه از ایجاد تقریبا در طول یک سال که از ایجاد اتحادیه صنعت بودوزی در افغانستان میشه و شما در رأسش قرار دارین در طول یک سال یعنی منحل هم شد اتحادیتون از بین رفت دوباره پس به فعالیت آغاز نه نه خیر در ای یک سال از بین نرفته در تقریبا یک سال که ما اتحادیه را ایجاد کردیم خیلی پیشرفت‌هایی داشتیم مثلا در طول این نوده که ما هستیم بوت افغانستان تقریبا معروفی کردیم بلی. در دو نماشگاه در بادانباخ کابل در نماشگاه نوروزی همچنان در نماشگاه ستاره شهر استقبال, استقبال مردم بسیار خوب بود امی احساس وطن دوستی که مردم ما داشت می آمدن می دیدن خصوصا در ستاره شهر که ما رفتیم می دیدن می گفتن که این بوت ترکیست ما میگفتیم نه بود بوت افغانستان از ساخت خود ما است. از فلانه تولیدی است چند کارگاه یک جای شده بودیم رفته بودیم بر فروشم چیزی نداشتیم فقط تبلیغ میکردیم مردم حمایت میکردن جوانایی بودن که در بادامباغ کابل صدا میکردن وقتی که یک دون بوت خیلی کلان داشتیم امروز نتونستم امور بیارم بر شما میدیدن یه بوتی که میدیدن زیرش نوشته کرده بودیم ساخت وطن افتخار وطن اما تو یک شعر یا ای که ما کیفیت را فدای رقابت نمیکنیم اما تو یک شعار هم داشتیم باز جوان ها که میدیدن صدا میکردند چند تاش یک جایی زنده با تولید افغانستان اینمی خودش یک انگیزه بود که هم بر مردم دادیم هم خودم معروفی کردیم هم مردم به این صنعت آشنایی بله. کامل دادیم که در افغانستان ما شما بود ساخته میشه بله. شکر آقای جمعی خواهش میکنم پس از وقفه بر میگردیم هم همراهی مان کنید باید آمی بس خوش آمدید. خوب آقای جامی شما اشاره بکنید که مواد خام که بود را که شما تولید میکنین یا میدوزین چگونه به دست میرین از داخل و یا از خارج کشور وارد میکنین؟ فعلا که در عرصه تهیه مواد اولیا با مشکلات فراوان دست به گریبان هستیم هر بودوز ما اونایی که مجبور میشن به بیکاری سرشان فشار می قرض وام میکنن یا یک بانک های قرض که حالا درون روان زیاد شده м صнади хонه ба هазор مшкиلот تаهه مекн к пулер мегиран акثарият меран аз لоهр пاکستон з تҳрон аз мшад но мавод аваلя мрн اینا کوشش میکنن از اونجا بهترین مواد و قیمتترین مواد ببرن. بخاطر خاطر کمی پیسر که قرض کردن و وام کردن از که پیدا کردن امیر یک مواد خوب بیارن <applause> اینمی باعث شده که یکی از دلت که بوت افغانستان خیلی قیمت تمام میشه همین است که بهترین مواد رو یا میرن این بوت که امروز از کشورهای خارج میاد کفتش پایین است این موادشان نمو کوالاتی لازم نداره ولی بوت افغانستان که امروز در یک جایگاه چون ما اطلاع داریم رسیده علت اساسی شما که بهترین مواد آوردن ما پیشرفت های داشتیم که وزارت تجارت ما را پذیرفت امی گروپ کاری ما را بعد از سونیم چهار ما منظوریش از طرف وزیر صاحب تجارت و صنایه ما در پنج عمل امسال که در بیست یک حمل بود که ما یک جلسه داشتیم که همین گروپ کاری ما منظور شد اینال ما روی یک پلان کار میکنیم یک پلان که قابل تطبیق باشه که همکاری دولت هم باشه و همکاری ما هم باشه همکاری مردم ما هم باشه که یک طرح ما پیشکش بکنیم به دولت که امکانات از دولت داشته باشه چی رقم امرای ما کمک کنه و ما چی رقم از این کمک ها استفاده بتانیم که بله. ماهانه یک بار ما این جلسه ادامه پیدا کرده طوره که یکی از زیست های محترم در وزارت تجارت از ما تشکر کرد که امی سنف بودیزی در افغانستان بود که صنعت شرم مطرح کرده و اگر ما تصمیم داشتیم چهار سال آینده یعنی امسال 92 در 96 ما روی سکتور چرمگری کار کنیم ولی امی اتحاده شما باعث شده که ما امروز چهار سال امو برنامه ما را پیش بندازیم پیش بندازیم دیگه امید به خدا واقعا در دولتم در رده های پایین انگیزه های وجود داره ما از این حقیقت نباید بگذاریم واقعا جوانایی هستند که میخوان کار صورت بگیره ولی بعض ناومیده هایی که بر ما دست میتن مقامات بالای دولتی هست خب اگر مشکلات را که شما اشاره کردین دولت توجه جدی از سوی دولت توجه جدی صورت بگیره مشکلات را نهار شما شما چقدر توانایی برآورده کردن نیاز های مردم در داخل افغانستان خصوص شهر کابل پلان داریم؟, داریم که اگر دولت همکاری کنه و نهادهای دیگر هم روی ما همکاری کنه مردم امروی ما همکاری کنه تا سه سال آینده افغانستان در بود به خودکفایی نسبی برسانیم بله. تا سه سال آینده الا پنج سال آینده به سر درصد سر خودکفایی که انشالا پنج سال آینده اگر دولت امروی ما همکاری کنه نهادهای که اقتصاد افغانستان حمایت میکنن اونها امروی ما همکاری کنه ما پنج سال آینده هیچ بوت خارجی نخواد از گمرکات کشور داخل بیاید اگر وضعیت امی رقم که هست پیش بره و دوباره ما فراموش شویم خوب معلوم است که ما هم دیگه نخواد اینجا در بودوزی مصروف باشم یا خدای نخواست زندان خواد رفتم بر اساس امو اعتراضات که می داشته باشم یا ای که مجبور شم تابید که نیست باید خودم پس به خاطر یک لغمنان زن فرزند خود ایران یا پاکستان برم اگر توجه صورت بگیره و شما بتونید بازارهای داخل مشبو بسازین بو تفغانی قدرت رقابت در بازارهای کشورهای همسایه و منطقه را خواهد داشت؟ بله این ما با میگیم چون ما در خارج از کشور که بودیم بازار تیران افغانیا رشد داد در پشاور 20 سال پیش کس بوت نام شنیده بود نمیپوشید نمیفهمیدن بود چیز فقط اون چبلی دو پتا بود و نمی چی و چی چبلی و چبلق پلاستیکی می بوشیدن ولی امروز در پشاور اکثریت مردمش بود با دریشی میپوشه پوشد این افغان برد اونجا ولی متاسفانه ما افغانا از یاد دولت مردای خود رفته ایم. ما خود ما زمین خوردیم چند کشور رشد داریم ولی خود ما در وضعیت قرار داریم ما اگر دولت همراه ما همکاری بکنه امی صندوق وزیری که ما پیشنهاد کردیم ایجاد در افغانستان به زودترین فرصت وقتی ما خودکفا میشیم تنها تولید ما که نیست تنها بود کنیم مواد اولیه را از خارج بیاریم ما دمی سه سال میتونیم فامریکه چرمگری را ایجاد بکنیم از پوست پوست پروسس کنیم دمی کارخانه تبدیل با چرم و کرم بسازیم این کار باید کنیم شرش خود ما میتونیم بسازیم و پلاستیک خود ما میتونیم بسازیم تکسون و دیگه مسائل که صد چند قلم جنس در یک جوره بود کار است و نمو مواد اولیه رو میخواییم توسط همین صندوق وزی خود ایجاد بکنیم تولید بود بر ما خیلی یک کار آسان شده ما مشکل مشکلی که داریم در نبود مواد اولیه فعلا در افغانستان است یکی دوم دیگه اونمو مواد اولیه وقتی که ما خود ما تولید کنیم بوت ما رو در بازار و مارکتینگ خوب داشته باشیم تجار ملی کسایی که پیسه انگفت دارن میتونن سرمایه گذاری کنن مواد اولیه رو تهیه تولید کنن داخل افغانستان که ما در همی هشت مای که از اجاز اتحادی ما مگذره با یک تجار خیلی بزرگ ما ارتباط برقرار کردیم اونا آماده همکاری کردن که اگر چرم مره کاملا چرم کارخانه شما بخرین <applause> من یک فامریکه ایجاد میکنم که فقط پوست داخل بیاید و چرم و کرم تولید کنم و بر شما بودم ما اینی کارها رو که کردیم بر اساس کارهای عملی ما تهود نسپاریم که تا سه سال آینده به خودکفایی نسبی میرسیم تا پنج سال آینده به خودکفایی کامل میرسیم پس از وقفه بر میگردیم همراه ایمان کنید بای خوش آمدید با آقای شما بیشتر گفتین توجه بیشتر روی کیفیت است فکر نمیکنه که در جامعه فیلی و کسایی که مثلا کسایی که خریدار هستن و متقاضیان بیشتر به دیزاین و طرح بود هم اهمیت قائل هستن این قسمت شما چی برنامه هایی ما یک کمیسون داریم به نام کمیسون فنی مسلکی بلی. اونا خودشون تراها هستن این تراها افغان بله افغان هستند متاسفانه که بعضی هاش پیرمرد شدن دیگه امو ری ما خودشان ترا هستن خودشان دیزاین طرح میکنن خودشان حتی قالب میسازن قالب بوته میسازن به دیزاین های مختلف در صورتی که امکانات برشان باشه اونا در این دوازه سال خصوصا آنچنان ضربه اقتصادی بالایشان وارد شده که نمیتونن که غیر از بودیزی فعلا به سراغ کارهای نوآوری برند اگر ما فرصت بر ما داده شوه مواد شویم, شویم نوآوری بکنیم میتونیم که خود ما قالب دیزاین بکنیم تهیه کنیم و همچنان مواد اولیه و همو طرح دیزاین که مورد نظر شما خصوصا بوتهای زنانه بوتهای زنانه خود ما داریم طراحانی که بهترین مدلیست ها هستند بهترین مدل است هستن خودشون مدل تر میکنن طوری که در بازار هیرات ما بوت بهترین بوت زنانه به اون سبک چین و تهران و جاهای دیگه که در بود نام بالای دارن امروز ما در جاده لیلامی هیرات و نمو تولید میشه ولی متاسفانه قیمتش یک یعنی ذره بالاست با کشورهای خارج آقا جمعی اگر مشکل که تبلیدات تولیدات خود افغانستان نمیتونه مردمش در داخل از او استفاده بکنه بلند بودن قیمتش است سنای دستی مثلا مثل دستی خانم لباس و یا دسکول دستی اینا که تهیه میکنن بیشتر خریداران یا متقاضیشون خارجی هستن فکر نمیکنین در بوت هم امی مشکل وجود داشته باشه؟ همی مشکل وجود داره پس چگونه شما میخواین بازار مشبو بسازین؟ ما ما این امیال فعلا روی از کار میکنیم عملا ما یک یعنی دو بود داریم دو نو بوت داریم یکی که از هزار بالا تا 140۰ افغانی قیمت شد در بازار و یک نمونه بوت دیگه که مشابهت داره با بوت های خارجی که از کشورهای همسایه یا از دور نزدیک میایه در ۳۵ افغانی ۵ افغانی هم بوت داریم که کیفیتش از بوت خارجی که بالاتر است و بوت داریم که از 1000 تا 1400 افغانی هم است. در مثال بوت مونتاناس، بوت تارگت، از بوت افغان گلپا است که افغان گلپا یکی از بهترین تولید کنندگان ما هستند. ما روی نرم کار میکنیم که بوت را تولید کنیم. و مواد اولیش مشکل اساسی ما پیشتر عرض کردم بله. روی مواد اولی هست مواد اولیه متوسط را فعلا ما باید کار اتحادیه بکنم بله. مردم واقعا یه از توانشون بالاست اتحادیه تصمیم داره ما بریم پاکستان، چین، ایران مواد متوسط و با کفیت را وارد افغانستان بکنیم که از 400 افغانی تا نو افغانی که فعلا ما بوت وطنی نداریم اینی بوت تولید بکنیم که هم مردم ما بوتان خریده و هم ظرفیت تولید ما بره بالا دهی صورت ولی تمام اینمی ترها و های ما تعلق میگیره با همکاری ها و حمایت های دولت که از ما باید داشته باشه آقای جمی تحت اتحادیه شما چند کارخانه در آن فعالیت هستن و کارشان جریان داره؟ ما پار سال که اتحادیه خود احیا کردیم 63 کارخانه در شهر کابل بودیم و 65 کارخانه در ولایت هرات ولی متاسفانه تا 8 ماه اخیر 17 کارخانه در شهر کابل پرچاو شد 17 کاهش پیدا کرده 17 کارخانه ما پرچاو شد دمی هشت مو پرچاو شد و سیزده کارخانه در ولایت ایراد متاسفانه پرشک شد یعنی آقای جامی شما بر آینده سنت بودزی در افغانستان خوشبین نیستین اگر به این منوال پیش بره اگر به این منوال پیش بره من خدمت رو جامی شاید زندان بره و یک تعداد برادرای دیگه که هستن اما شما وزارت تجارت و صنعت افغانستان ولی امیدوار هستن بیشتر روی از که دولت وقتی که تصمیم میگیره اگر همکاری اونا که میگن ما همکاری شما را خوان هستیم ما هم همکار هستیم کار ما با جدیت پیش میره در اونجا منگیزه های هست که میخواین که امی سنت بودیزی ما رشد کنه امید به خدا هست و فعلا مثل جیای زید بخش انکشاف مارکت های جدیدشان همراه ما یک وده های کردن که دمی سی اپریل مای جاری بله. نتیجه رو گفتن که ما اعلان میکنیم بزنس پلان از ما خواستن آمار خواستن ما در همی سه چار ما مصروف کار با بودیم خیلی اطلاعات جمع کردیم گفتن که ما امرای شما امرای بودوزایتان در عرصه ماشین تحیه ماشینالات مدرن و همچنان مارکتنگتان امروزتان همکاری میکنیم پنجا درصد و نمیفهم درصد با اتحادیه هایتان اگر اینی حمایت ها بر ما در صورت عملی اجرا شود من امیدواری ما اگر افتاد در ساز است انشالله بعد از چند مدت آینده خیلی نزدیک همین با واقع تبدیل میشه انشالله تو چیزی که ما برتون گفتم که در سه سال آینده ان شاء به خود کفایی نسب میرسیم ما زیات امید به این دارم نسبت به زاویه‌های دیگه تشکر آقای محمد اصفهانی رئیس اتحادیه بودوزان افغانستان از شما هم تشکر این بود بار امروز که تقدیم شده شد از توجه و همراهیتان. تشکر از شما دعوت میکنم که در ساعت پنج با همکاران بخش خبر مانیز